سلام درود بینندگان گرامی، امروز 14 نویبر سال 2023 است و من در استودیو با شما هستم فیروزی حید. این خبرهای مهمی تاجیکستان و جهان را پیگیری خواهیم کرد، با ما بمانید. چرا مالی رحمان هر سال در ماه نویبر به سوخت می رود؟ بازداشت چند تاجیک در لهستان. پرچم های نیمه افراخته سازمان ملل متحد. ملی رحمان به خاطر تجلیل از 31 سالگی حکومتش در تاجیکستان به شهر خوجند ولایت سغد رفت. بنابر اطلاع رسمی 14 نوامبر سال جاری پرزیدنت تاجیکستان ملی رحمان به شهر خوجند ولایت سغد، شهری که 3 دهه پیش علیه حکومت مروسای ملی انقلاب کرده سر قدرت رسیده بود، رفت. در چند سال اخیر مود شده است که برخی سفرهای ملی رحمان به ولایت سغد را محض در ماهای نویبر تنظیم میکنند و به این وسیله هر دفعه از اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان که برای سرنگون کردن حکومت مروسای ملی تشکیل شده بود با تنتنه یاد میکنند. اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان از 16 نویبر تا 2 دکبر سال 1992 در قصر مدنیت ارباب شهر خوجند برگزار شد. در همین اجلاسیه پرزیدنت وقت رحمان نبیف را مجبور کردند که از سمت خود استعفا دهد. حکومت مروسای ملی که 14 می سال 1992 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان تشکیل گردیده بود، در اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان در خوجند توسط جانبداران فرانت خلقی برهم داده شد. در یکی از قرارهای اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان تاکید گردیده بود که وکالت‌های منصوب به پرزیدنت من بعد به عهده شورای عالی، رئیس شورای عالی حکومت و قسمان به عهده ریاست شورای وزیران واگذار کرده شود. ملی رحمان را در همین اجلاسیه رئیس شورای عالی تاجیکستان تعیین کردند. و پس از آن که اجلاسیه تمام شد، قرار بود به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان بیاید، اما مستقیما به شهر تاشکند پایتخت ازبکستان رفت و سپس بالای تانک های ازبکستان از طریق شهر تورسونزاده به دوشنبه هجوم کرده آمده بود. گفته می شود روزنامه کاری سفر ملی رحمان به سغد به صورت رسمی به رسانه ها اعلان نشده است، ولی طبق بعضی خبرهای تایید نشده این سفر زیاده از 4 روز در این ولایت دوام خواهد کرد. شهرداری خوجند هم در هماهنگی با رئیس ولایت برای پذیرایی از ملی رحمان نزدیک به 1000 نفر از دانش آموزان و دانشجو دختران را بیش از یک ماه از درس ها محروم کرده، امروز به استقبال او فرستاده است. ملی رحمان بعد پذیرایی در فرودگاه بین المللی شهر خوجند به ناحیه باباجان غفوروف رفته، چند مکتب و کودکستان و انشاءات را هم آنجا مورد بهره‌برداری قرار داده است. نیروهای مرزبانی لهستان یک مرد 48 ساله شهروند تاجیکستان را با اتهام قاچاق غیرقانونی مهاجران به اروپا بازداشت کرد. مقامات مرزبانی لهستان نوار بازداشت این شهروند تاجیکستان و چند شهروند اوکراین را روز 9 نوامبر نشر کرده است، اما درباره نام و نسب و هویت بازداشته ها چیزی گفته نمی شود. دفتر مطبوعات نیروهای مرزبانی کشور نوشته که افسران شعبه پدلسکین نیروهای مرزبانی روزهای 6، 7 و 8 نوامبر سال 2023 عملیات مخصوصی را انجام دادند که در نتیجه آن 3 شهروند خارجی در ولایت‌های مزاوتسکی و پامورسکی بازداشت شدند. روز دوشنبه در شهر گدانسک از جانب کارمندان ریاست فوری تفتیشاتی یک شهروند 46 ساله اوکراین بازداشت شد. یک شهروند تاجیکستان روز سه‌شنبه در ورشو از جانب افسران نیروهای مرزبانی اوگوست و بازداشت شد. روز چهارشنبه یک شهروند 31 ساله اوکراین را در ولایت مزاوتسکی کارمندان پاسگاه مرزی چرمشا بازداشت کردند. همچنین مقامات این کشور میگویند این شهروندان خارجی بازداشت شده برخلاف مقررات و قوانین جاری کشور به تشکیل عبور غیرقانونی مرز دولتی مشغول بوده به قاچاق غیرقانونی گمان بردانسته میشوند. این در حالی است که نیروهای مرزبانی لهستان روز 26 سپتامبر سال 2023 نیز خبر داده بودند که در رفت یک عملیات مخصوص بر ضد قاچاقبری مرزی 3 شهروند تاجیکستان را با گمان تشکیل عبور غیرقانونی مرز در این کشور بازداشت کرده است.
یک ماه پس از این عملیات روز 26 اکتبر سال 2023 نیروهای مرزبانی این کشور باز از بازداشت دو شهروند دیگر تاجیکستان که به جرم تشکیل قاچاق آدم از مرز بلاروس به کشور لهستان و از آنجا به دیگر کشورهای اروپایی متهم می‌شوند خبر داد. گفته می‌شود در این عملیات 6 نفر خارجیان مقیم لهستان که 2 نفرشان تاجیکستانی بودند می‌خواستند شهروندان خارجی از اریتریا، یمن، سوریه، ارمنستان، هندوستان، سومالی و افغانستان را به دیگر کشورهای اروپا بر عوض مبلغ‌های زیاد انتقال بدهند بازداشت شدند. از خبرهای نشر شده مقامات لهستان فهمیده می‌شود که در دوام کمتر از 2 ماه 6 شهروند تاجیکستان با اتهام قاچاق آدمان از مرز بازداشت شدند. اما تا حال نظری خود بازداشت شده ها و نزدیکان و وکیلان دفاعشان دسترسی رسانه ها نشده است. مقامات مرزبانی لهستان می گویند از اول سال جاری در مرز لهستان و بلاروس 480 نفر یاور و یا سازماندهندگان عبور غیرقانونی مرز بازداشت شدند. مسافرکشانی که اکثر وقت مسافرانی خود را از مرز لهستان گرفته به آلمان می برند. گفته می شود این نفران بازداشته با اتهام مساعدت در تشکیل عبور غیرقانونی مرز دولتی عیبدار می شوند. علاوه بر این نسبت آنها پرونده مأموری برای قبول قرارها آید به برگرداندن آنها به کشور اصلی خود آغاز کرده شده است. بنا به اطلاع رسانه ها سازمان ملل متحد به نهادهای زیرتابعه خود در دنیا دستور داده است که به پاس احترام بیش از 100 کارمندش که در طول کمتر از 40 روز اخیر در غزه کشته شدند پرچم های این نهاد را نیمه افروخته کنند. پیش از این آنتونیو گوتریش گفته بود که حمله 7 نوامبر حماس به منطقه غلاف غزه هیچ توجیه ندارد. سازمان ملل در طول این جنگ 101 نفر از کارمندان خود را از دست داده است. گزارش ها در باره نیمه افروختن پرچم سازمان ملل در برخی از کشورهای دنیا در حال رسانه می شود که خبرگزاری رسمی ترکیه از مورد حمله اسرائیل قرار گرفتن مقر سازمان ملل متحد در غزه گزارش داده است. گفته می شود طبق این گزارش ها دیروز صدها نفر از کارمندان سازمان ملل متحد در شهرهای کابل و پکین، در بانکون و توکیو با پاس احترام همکاران کشته شدهشان در نوار غزه 1 دقیقه سکوت را اجرا کردند. در شهر دوشنبه نیز 10 نفر از کارمندان سازمان ملل متحد با پاس احترام همکاران کشته شده خود 1 دقیقه سکوت را به جا آوردند. موافق آمار وزارت تندرستی فلسطین از زمان حمله های اسرائیل به نوار غزه بیش از 11,000 نفر کشته شده است که حدود 70% آنها را کودکان و زنان تشکیل می دهند. و به قول سازمان ملل متحد به حساب میانه در هر دقیقه در این جنگ 1 کودک فلسطینی کشته می شود. تعداد فلسطینی های کشته شده در کرانه باختری هم از مرز 180 نفر گذشته است. از سوی دیگر مقامات اسرائیلی تعداد کشته شده های خود را طبق برخی آمارهای گزارش شده از زمان آغاز جنگ تا حال حدود 2000 نفر گفتند. آماری است که تحقیق درستی آن از طریق دیگر منبع ها برای رسانه ها دشوار است. اینجا رسیدیم به پایان خبرهای امروزه. بینندگان عزیز میتوانید شرح این فصل اخباری بیشتر و از سامانه و شبکه تلگرامی از دوتیوی پیگیری و مطالعه کنید. آبونه شدن در شبکه یوتیوب، اینستاگرام و تیک تاکی از دوتیوی را نیز فراموش نسازید. خیر تا دیدار. خدا نگهدار.